به ادامه برنامه صبح و زندگی همه شما عزیزان را بازم خوش آمدید میگم و خدا کنه از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودیم برتان خوب و خوش سپری شده باشه صبح روز چهارشنبه است و همچنان ما مهمان خانه شما عزیزان و امروز هم در کل در رابطه با ورزشکاران عزیز ما صحبت می داشته باشیم در رابطه با ورزش که ورزش چه قدر میتونه تاثیرات خوب بالای روح و روان بالای تناسب و اندام و همچنان بالای از اینکه ما همیشه شاد و صحتمند باشیم داشته باشه و خوشبختانه ورزشکارای عزیز ما هم شاهد هستیم که در این اواخر دستاوردهای خیلی خوبی هم دارن افتخار ما هستن هر کجایی که هستن صحت و سلامت باشن اونا هستن که امروز پیام آور سال هستن و هر جایی که هستن پرچم عیز ما پرچم کشور عیز ما را به احتزاز در می آورن و وجودشان افتخار می کنیم اما بعضی وقتا شاید شکست ها در زندگی هم بتانه یک تجربه خوب در زندگی ما باشه پس خوب است امروز ورزشکارای عزیز ما حتی اگر شکست در مسابقاتشان می داشته باشن حتی اگر نمیتونن حریف خودشان را نکاوت کنن و اونا را از میدان مبارزه بیرون بندن. بندازن بازم نباید ناامید باشیم همون شهامت همون استقامت همون استواری شما خودش نشان دهنده ای است که شما همیشه در زندگیتان هم پیروز هستید شکست ها و همچنان همیشه با مشکلات روبرو بودن خودش میتونه بهترین تجربه در زندگی ما باشه خب در رابطه با ورزشکارا گفتیم هیچ وقت ورزشکار از, از ما رو ناامید نسازیم همیشه دوستشان داریم افتخار ما هستند و در این لحظات برنامه هم سه ورزشکار عزیز همراه ما هستند کسایی که واقعا زحمت کشیدن کسایی که واقعا افتخار ما هستند او هم در رشته ورزشی مویتای که تانستن تندیس تندیس از سازمان جهانی فدراسیون مویتای از آن خودشان کنند که خوشبختان امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن دو ورزشکار از رشته مویتای و همچنان سخنگوی فدراسیون مویتای که همراه ما می و هستن و صحبت خوبشن و همراه ما شما شریک میسازند خوش آمدید صحبت هم بخیر باشه. تشکر جناب آقای علی ظفر عاطفی سخنگوی فدراسیون محیط شما خوش آمدید به صاحب سلامت و با همچنان یوسف جان محمد یوسف جان ورزشکار محیط هستن اینا رو هم خوش آمدید میگم به برنامه صاحب زنده سلام خیلی بندگان سب یوسف فرشته جان شما خوش آمدید تشکر سلام خدمت شما فرشته جان وقتی دیدم گفتم هم نام دوست ما هستی نام به در زیادم نمیره ولی فرشته اینال یوسف گفتم <applause> <applause> بازم تشکر از حضورتان و برنامه صبح زندگی واقعا خوشحال هستیم از اینکه ورزشکار عزیزی مشو... مثل شما را در برنامه داریم افتخار ما هستی روزای چهارشنبه ما کلا میخوایم در رابطه با ورزشکار عزیز ما صحبت های خوبی را داشته باشیم این که ورزشکار عزیز ما مسابقات که دارن و می داشته باشند چه دستاوردهایی هایی داشتن و امروز هم خوشحال هستیم به اینکه شما هستید در برنامه و میخوایم که در رابطه با دستاوردهای جهانی تا مسابقات جهانی که داشتید همراه ما بیننده صحبت شریک بسازین فکر فکر و این مسابقه جهانی شما داشتین در کشور تایلند در شهر بنکاک که فکر کنم مقام سوم شما از آن خود کردین آقای عاطفی میخوایم که جزئیات بیشتر در رابطه با این مسابقه از شما بشنیم تشکر رقابت های جهانی محیط از تاریخ 19 تا 30 جولای 2019 به میزبانی بانکوک تایلند از سوی سازمان جهانی محیط با اشتراک 102 کشور جهان برگزار شده بود که در رقابت از افغانستان هم یک تیم خوبی اعزام شده بودند یک تیمی ده نفره البته در قالب ده ورزشکار دو, دو مربی و دو داور و رئیس تیم <applause> که خوشبختانه ما ورزشکارا می خیلی رقابت خوبی داشتن در این رقابت ها که حداقل ما تا روز 4 و 3 هیچ باخت نداشتیم و علی. هر یک از بازیکنایی که در این مسابقه شرکت کردن تمامیشان به استثنا یک دو بر داشتن اما ما چون مسابقات جهانی بود در کاتگوری وزن شنان ورزشکارای زیاد شرکت کرده بود به مدال نرسیدن تنها چهار مدال برنز ما تونستیم از ها بگیریم که یوسف جهانگیر با چهار پیروزی مدال برنز سه گرفت فرشته جان شیرزاد با دو پیروزی به همین ترتیب <applause> احمد حسن زاده در وزن 57 کیلوگرم هم با سه پیروزی و یک شکست مدال برنز گرفت و و در ادامه هم مشل اسلام زایی که در جوانان جهان سال گذشته قهرمان شده بود ما در اولین حضورش در این مسابقات با درخشش خوبی که داشت دو پیروزی متواتر توانست مدال برونز بگیره در سیمی فینال چون آسیب دیده بود نتونست بازی بکنه که دستاورد محیط افغانستان زیر خوب ها در قسمت مدال ها تنها چهار مدال برنز بود و در پایان هم بازی خوبی که ورزشکارای محیط افغانستان انجام دادن اگر مقایسه بکنم با دیگر کشورهای جهان و ارزیابی که صورت گرفت و آماری که در لیست که بودن بیشتر از 50 کشور حتی نتونستن یک مدال برنز رو به دست و این باعث شد که بازی خوبی که مویتکار افغانستان انجام دادن در گالادینر یا در اختتامی مسابقاتش چون همه ساله تندیسی بازی جوان بهترین بازیکن فیر پلی و انوان های مختلف در کل ده انوان ورزشی است که از سوی سازمان در جهانی ادام میشه و در پایان هم اوارد یا تندیسی بازی روح ورزش به افغانستان داشت زنده و سلامت باشین تبریکتان باشه افتخار ما هستین در مجموع از فدراسیون مویتای افغانستان چند بازیکن رفته بودن همراه شما چند نفر اشتراک کرده بودن در این مسابقات ما در کل نو ورزشکار بود اگه اشتباه نکنم دو ورزشکار در بخش بانوان بود که حفظه بهمنی و فرشته جان که نه با دو پیروزی تونستن مدال برنس بگیره حفیظه بهمنی یک از ورزشکارای خوب محیط افغانستان اینجا نام است. اینجا نه اومدن دیگه تبریک شما. در این مسابقات نتونست مدال بگیره یعنی حضور بانوان خیلی پررنگ است محیط افغانستان چون اگر مقایسه بکنیم با دیگر رشته‌های ورزش در افغانستان البته اینا ما امتیاز نمیدونه چون حقشان است ورزش میکنن و مسابقات هم که انجام داد مدال هم گرفته خودشان زحمت کشیده هلو. که یک فرصت خیلی خوب است برای بانوان و اعتمادسازی خیلی خوب صورت گرفته به همین ترتیب در بخش مردان هم حداقل ما در هر رویداد بیرون مرزی سال 1385 حضور داشتیم در طول یک دهه فعالیت داشتیم مدال های متعددی را داخل تانس از رقابت های معتبر جهانی واسه ای دست بیاریم بسیار علی بسیار خوب یوسف جان میخوایم از خودت بشنویم در سفری که داشتی در کشور تایلند بر خودت چگونه سپری شد مسابقات بدلت بود نبود حریفایت از کدام کشورها بودند مسابقات خودش بسیار بالا بود مسابقات یک دو, دو کشور بودند مسابقه ځواني بود حریف اوله م از کشور لبنان بود داونسم دا ریم نو اول نک اوت کوم حریف دو م از کشور پرتوقال بود داونسم سرهن ورمشه او حریف سیم م از کشور تونس بود دلم شکاز بیتوم حریف څورم م از کشور روسیا بود کی اوسیدگی اس قسمت دېسته شو ما چنجری د سین بارامه ده <تصفح> بود داونسم سرهن بازی کوم و باندې بازی د با امتیاز کم بازی را وګزار کړم مسابقات بزیا سر سدش بارا مسابقات ځواني بودې مسابقات ځواني بزیا سر سدش بارا خیلی دیگه همون تو با سطح بالا و فکر میکردی حریفایت هم خیلی دیگه حریفای همون تو قوی میباشن دست دالی چطور شده بهتر شدی؟ دست مال بهتر از خوب است سخت نکستیم خوب شده خب بسیار خوب مدال هم دیگه از آن خودت کردی که مدال باشه چه قدر نبود میتنام بگردنه اگه مدال نمی گرفتی چی حالتی میداشتی؟ خب مسابقه برد باخت داره دیگه کسی در باخت داشتی؟ نه توقع باخت بسیار زحمت کشیم بیش از دو ماه استادای ما مربی های مزیا سری مزامت کشتن شب رو زامت کشتن دیگه دیسخو هر کشوری مثلا فایتر میره فایتر چی نمیره که مثلا برای رد خوردن بره کلی برای برد میره دیگه بله هر کس زمان زیاتر کشیده بود اما نتیجه خوبتر میگیره بله دقیقا خب فرشته جان میخوایم از خودتان بشنویم نظر به این مسابقات که خودت رفتی در رابطه با حریفهایت بر ما بگو از کدام کشور بود و همچنان خودت دیدت از این مسابقات چی بوده یوسف جان خود گفت خیلی حریفای ما دشوار بود و این مسابقات جهانی بود و بعد انتظار سخت بودن این مسابقات هم داشتیم. ما تا بازی یک استراحت افتادم بعدا با کشور یونان مسابقه داشتم که در دا اون دوم نکاوتش کردم بسیار عالی و در مسابقات دیگه با کشور تایلند مسابقه داشتم که سه سرون سه رفتم و خب عارفم که قوی بود و بازی خب با بازی با کشور میزبانم بود دیگه میزبانم بود مثلا برمیگرده به خود تایلند بله. میزبانم که باشی در خانه خودشان باشی <applause> باز کمی دشوارتر هم میباشه خب فرشته جان چی فکر میکردی؟ آیا فکرش هم میکردی که خود بتانی این مدال از خود کنی؟ خب ما در اینجا خیلی زحمت کشیدیم و ما خیلی زحمت کشیده بود خب فکرش هم و نظر به گفته یوسف استادای ما گفتن کسایی را انتخاب نمیکنن که برن اونجا لد بخورن کسایی را انتخاب میکنن که اونجا برن لد بکنن می اگه فرصت باشه چون بخواهم. ما هم در مسابقات هایی که بشه های ازام میشه قبل از یک مسابقات برگزار ما یک مسابقات انتخابی برگزاریم، جدا از یک مسابقات انتخابی تیم های ملی مهم. برگزار باز هم یک مسابقات قبل از مسابقاتی که اعزام میشه در رویداد متبر جان برگزار میشیم تا اما شایسته ترین ورزشکارا رو بتونیم در این مسابقات اعزام بکنیم به این مسابقات که برگزار شده بود شما در جریان بودین که حدود دو ماه قبل از مسابقات ما مسابقات انتخابی تیم های ملی رو برگزار کرده بودیم و, و ورزشکارایی ای که در این خود اعزام شده بود نفرات اولی تمام وزن بود که حداقل در سطح افغانستان بشون ورزشکاری که از ماجرین ایران شرکت کرده بود اول را کس کردن و پس از او اردوی تمرین دایر شدن و در مدت دو ماه شبانه روزی در دو تایم جزاگانه هر روز تمرین داشتن تا که یکی دقل تانستیم از هر حضور قدرتمند در این رقابت داشته باشم. بسیار خب واقعا هم زحمات و تلاش و کوشش این از عزیز ما نمی بود و دقیقا. غیر ممکن بود که ما بتونیم چنین مدال با خود بیاریم و همچنان بیانم شجاعت خودشان نشان بدن این مدالی ای که برگردن داره خودشان نشان دهنده شجاعت و ایستادگی خودشان است که واقعا بود ما با وجود این افتخار بکنیم و ما هم با داشته و خودشان هم با داشتن این مدالشان باید افتخار کنند و تصاویر هم با هم تصاویری که از جریان مسابقات گرفته شده و تمریناتی که داشتن دیگه هم یه جای همین لحظه تماشا میکنیم و همچنان از آقای عاطفی هم میخوایم بپرسیم که این تصاویری که بر ما آوردن از کدام مواقع هست و کجا بوده و با کدام حریف بوده و اینی موارد که شما می داشته باشین تصاویری که همراهتون آوردین آقای عاطفی فکر کنم از همون لحظه خوشیتون در تایلند برگزار شده بود از شما امه. تلاش کردیم یک تصاویر خوبی رو بر شما بیاریم امه. که از ریاست امور تربیت بدنی آغاز میشه زمانی که چون تمویل از طرف ریاست امور تربیت بدنی شده و ترتیب مسابقاتی که ازام شد در قبل از هر مسابقات مسابقه مسابقاتی که برگزار میشه مراسم پاشیکو افتتاحیه برگزار میشه که به نمایندگی از هر کشور ورزشکاران نخبهش انتخاب میشه و با توجه به بک‌گراند خوبی نزد خود فدراسیون دارم و. پرچم هر کشور را حمل میکنن با او ترتیب نمایش های ورشی اجرا میشه و مهمان های خیلی خوب بر مسابقات دعوت میشه که خوبی مسابقاتی بود که داخل چون از طریق سی و آی سی بر رسمیت شناخته شده بودن و تحت نظارت آی سی بود که نماده شنده این حضور داشتن یک افتتایی خیلی باشکوهی داشتن و بعد ترتیب هم پس از افتتایی مسابقات بگونه رسمی آغاز شدن مهم. که ورشکارهای ما اگر در تصویر شما مشاهده میگیرم بله دوستان می خیلی خوب ظاهر شدن و مسابقات های خیلی خوبی را انجام دادن و, و در آخر هم پس از این هایی ای که برگزار میشه و تندیسی را که آل دوستا تماشا کردن تندیس روح ورزش روح ورزش است که از سوی بالاترین مقام بله. کشور تایلند که وزیر ورزش و جهانگردی تایلند و فدراسیون مویتوی افغانستان اهدا شد و به ترتیب فدراسیون جهانی محیط های تلاش برای داره جدا که اینکه مسابقات خیلی خوبی رو برگزار میکنن چون هدف جنبش المپیک همی است که, که داخل صلح دوستی و همپذیری را بیشتر از اینکه در رقابت های جوان مردانه ای که در داخل رنگ انجام میده پیاده بکنه که برای اساس تلاش صورت میگیرد دهکده ای که در نظر گرفته شده پس از اینکه مسابقات به پایان میرسد ورزشکارا بتونه اما نظریاتشون با هم دیگه شریک بسازه و با هم دیگه سلفی میگیرن و احا. با هم دیگه صحبت میکنن تا هم فرهنگ هر کشور با هم دیگه تبادل نظر داشته و با بگذارن که هر که افغانستان یک کشور جنگ زده است و متاسفانه در کشورهای جهان از نام خوبی برخوردار نیست اما ما میتونم با بگم تنها ورزش است که میتونم اما نام نیکی بر افغانستان نگاه بکنه که ما جدا از اینکه ورزشکارای ما مدال می میگیرن همیشه برنامه فرنگی خیلی خوبی داریم که دقل در قسمت برخورد که داره با کشورهای خارج و ورزشکارای خارج بله. بتونم از خوبی افغانستان امه. یاد بکنم از فرهنگ خوبی افغانستان یاد بکنم و هم فرهنگ تمام مردم افغانستان رو بتونه با اونجا برنامه‌اش بگذاره بله. که اگه دوستا در تصاویر دیده باشه ما تلاش کردیم در برنامه اختتامی چون قصد قبل گفته میشه که با لباس ملی و عنوی خود رو نتایر شد و ما هم در این مسابقه تلاش کردن دختر خانم ها با لباس گند افغانی ظاهر شدن و با بسیار افغانی, افغانی که خوب خوبی مردم آفه. افغانی سرشد کوتاه مختصر شن. بسیار در ثانیه بسیار, بسیار کم میخوایم در رابطه با پلان های بدیتان و مسابقات بدیتان هم کوتاه اشاره داشتن با در سال 2019 دو مسابقه خیلی خوبی دیگر هم دارم مسابقات جوانان جهان است که به میزبانی آنطالی ترکیه برگزار میشه اما در از حالا گرفته شده که بتونم ما داخل در بخش جوانان تیم خوبی ایزان بگیریم هرچند که ما در سال گذشته در جوانان تونستیم تیم خوبی ایزان بگیریم در سال خوبی هم باشیم. به این ترتیب مسابقات قهرمانی آسیاس که در ابوظبی برگزار میشه و مسترشیپ کوریا است که تلاش به این صورت گرفته که داخل در این مسابقات هم داخل بتونم یک نماینده کسان به گروه تایی که همانند گذاشته افتخارات بزرگ برای جامعه برشی افغانستان و برای مردم غیور افغانستان صدا سلامت باشین زحمات شما قابل قدر است بازم تشکر یوسف جان یک کوتاه مختصر میخوایم پیام خود داشته باشیم در دا ظرف شش ثانیه تشکر از شما که ما رو برنامه زیبا دادن دعوت باشید. و تشکر از جناب انسانی رئیس رأس و بیرونگذار فلسفه ملی متفاوض سلامت باشید فرشته جان تشکر از شما و همیشه ورزش کنید تا غرور و افتخار برای افغانستان کسب کند. بله زنده باد افغانستان نابود باد دشمنان افغانستان افتخار ما هستیم تشکر از حضورتان وقت خوش برتان بخیر سپاس از شما ایزان که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشتین در ادامه برنامه هم داشتای خوبی داریم مهمانای خوبی رو بازم با خود می داشته باشیم اما فعلا میام برنامه کوت هستیم در خدمتتون برمیگردیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین